سلام بچه ها، چطوری؟ من لحظی هستم و خیلی خیلی خوش که مایده پسکست جنجا رجب سیزن دوم پیزه 22 موبایل که از اضافه شدن پچ ها رفت ناسازگاری و اینا قرار صحبت بکنیم که چه چیزایی بازی اضافه شده، آیا این واسه بازی مفید بوده یا نه، و یه سری مچ پس بازی اضافه شده که کاملا قرار بجابش بحث بکنیم و بریم یه سراغ این پسکست جنجالی مون. اول این چیزی که توی سیزن دوم پیزه 22 موبایل بازی اضافه شده، یه سری پچ های مخصوص هستن که توشون یه سری آیکون های مخصوص دارن. در واقع چند باکس پولی پیس به بازی اضافه کرده که اونها بایر مونیخ، منچستر یونایتد، بارسلونا، آرسنال، سلتیک و بقیه تیم‌ها بودن که توی هر کدوم از این تیم‌ها یک سری پچ وجود داره و مثلا توشون برای بایر مونیخ لئواندوفسکی هست، اوپامکانو هست، نمی‌دونم کومان هست، سانه هست و بقیه بازیکن‌ها هستن که بازیکن‌های خیلی مخصوص و خیلی محبوب اون تیم هستن و ممکن توی بعضی از پک‌ها آیکون همون پک هم وجود داشته باشه. منم مثلا الان توی باکس بایر مونیخ آیکونی که وجود داره اوپامکانو هست، یعنی که پی اس از اون موقعی که پی اس موبایل و کلاً بخش مایکلاو رو بازیش اضافه کرد اصلا سمت لواندوفسکی نرفت. این لواندوفسکی واقعا تا الان رایگان 5 6 تا آیکون خیلی خفن خوب بوده، ولی حتی یه دونه آیکون هم ازش نساختن و توی این باکس مخصوص بایر مونیخ بوده. آیکون مثلا به اوپامکانو که واقعا خیلی گذر، اصلا اوپامکانو چرا واقعا کارت آیکون میشه و خیلی اصلا معتقد بودم نباید تو باکس مخصوص پولی باشه، ولی خب حالا با کار نداریم، اینم از سیاست های پی اس هست که امیدوارم با این سیاستش گن نزنه. و خب توی پک بارسلونا، آرسنال و منچستر یونایتد هم چیزای وجود داره. مثلا توی پچ منچستر یونایتد رشفورد آیکون است که حوال 84، یعنی بیت 68 که با ترینر میتونید بالاترش ببرید و بهترش بکنید اون چیزی که خودتون دوست دارید و قیمتشون هم 2000 تا کوین هستش و اون باشگاهایی که زیاد حالا شناخته شده نیستن و حالا ضعیف‌تر هم مثل سلتیک و بقیه تیم‌ها، اونا قیمتشون 1500 تا کوین هست که دیگه اونا توشون آیکون مخصوص وجود نداره و فقط اون بازیکنان مخصوصشون هستن. حالا میرسیم باکس‌های اصلی که به بازی اضافه شده، اونم باکس پریمیوم نیمار و مسی است. یعنی این باکس پریمیوم توی پی اس 20 بکنم ما همچین باکسی داشتیم که یکیش برای رونالدو بود، یکیش برای رشفورد بود و یکیش برای مسی بود. خب این باکس‌ها چجوری بودن؟ این باکس‌ها اینجوری بودن که شما با پرداخت یه ذره مبلغی می‌تونید فقط اون بازیکن بگیرید. مثلا اگه روی رشفورد کلین کردید و پول براتون برخوردید، فقط رشفورد رو می‌گرفتید و دیگه نمی‌تونید مثلا بگید مسی و رونالدو رو بگیرید. یعنی اصلا این سه تا فقط یکیشو می‌تونید انتخاب بکنید. و خب توی پی اس 22 این خورده واقعا تغییر پیدا کرده و دیگه به جای اینکه شما بخواید پول همون پول مستقیم بدید، باید برید پول بدید کوین بخرید، بعد با اون کوینا برید و باکس رو بگیرید. و مثل بقیه باکس ها، باکس نیمار و مسی هم 2000 تا کوین هستش، ولی خب شاید مثلا الان بگید که ما هم برام 2000 تا کوین بدم برای مسی که مثلا فقط خودش تنهاه. نه اصلا اینجوری نیست. توی باکس مسی و نیمار برای هر کدومشون جدا ها یه سری بازیکن‌های خیلی خوب توشون هستن که علاوه بر خود اون بازیکن اصلی بازیکن‌های دیگه هم به شما میدن. مثلا توی باکس مسی من خودم یادم باشه لاوتارو مارتینز توش بود، لوئیس سوارز توش بود و سرجیو راموس توش بود و بقیه بازیکن‌ها توشون هستن. یعنی شما علاوه بر اینکه مسی رو می‌بینید، یه تیم هم قشنگ با خودتون میتونید بگیرید و فلان از اون تیم استفاده بکنید. و خب خوبش اینه که توی پیس پی سود اصلا محدودیت نداره، شما هم میتونید باکس نیمار رو بگیرید، هم باکس مسی رو بگیرید و کلا هر باکسی دلتون بخواد میتونید با کوین پرداختن کلا بگیرید. و بهتون پیشنهاد می‌کنم که حتما باکس مسی رو بخرید، چون واقعا مسی رو خیلی قوی کردن توی پیس 22 موبایل توی این پریمیومی که ساختن. یعنی واقعا این مسی همینجور فقط این دش رو بگیر و شکر حرکت بده خودش میره واسهتون گلتون میزنه. یعنی شما اصلا دازن چیز دابل تا چند بدید و خیلی خلاصه قویش کردم. به نظر من اگر 2000 کوین دارید میتونید برید بگیرید و خیلی باحال بکنید. اضافه شدن باکس لیگ قهرمانان اروپا، باکسی که نمیشه با کوین گرفت نه با پول مستقیم و یه سری از باکس هایی هستن که باید با مچ پس گرفته بشن که راجبش با هم صحبت کنیم. توی باکس لیگ قهرمانان اروپا ما صلاح رو داریم، لواندوفسکی و بنزما که فکر کنم تا مهره اصلی این پک هستن و لواندوفسکی و بنزماش واقعا خیلی بازیشون رو خوب کردن توی این پک. همچنین صلاح که الان خیلی محبوب شده و به نظر من تو اکثر ترکیبان صلاح رو داریم میبینیم و به نظر من توی پیس 22 موبایل حالا به صلاح و لواندوفسکی و بنزما خیلی واقعا بها دادن و دیگه اون آیکونای مثل فورلان، رشفورد، رومینگ واقعا باید بازی باشون باید باشه که مثلا بتونید باشون یه گل بزنید و همینجور حوالی هم نمیشه مثلا یه شوت بزنید همینجور الکی بره تو گل. خب به نظر من اینجوری خیلی بهتر شد. همون کسی که مثلا آیکون زیادی داشت ضرر نکرد، همون کسی که مثلا اول بار بازی شد و مثلا با یه گولی داره بازی می‌کنه ضرر نکرد. کونامی خب قرار بود بچه 300 تا کوین به همون بده که حالا نمیدونم اینو
این حرفشو خورد یا نه، ولی خب دیگه توی سیزن دوم اومد و شانس رایگان برای باکس لژنری اروپین کلابز داد که توش فورلان هست که میدونید آیکون فورلان رو بگیرید فهم بیسش 84 باشه و یک شانس رایگان رو میتونید بزنید و شانس رو مثلا امتحان بکنید دیگه. اضافه شدن بازیکن‌های جدید به بخش ای فوتبال پوینت که اگر نمیدونید ای فوتبال پوینت چیه، سری پوینت هایی هستن که حالا ای فوتبال پوینت نامیده میشن که میتونید برید با اون پوینت ها حالا توی PC یادم با 27000 تا مثلا پوینت میتونید برید مثلا یه سری آیکون های مخصوص رو بگیرید، مثلا پس دیوید بکام بگیرید، من فکرم دومینگم اومد و مارادونا و خیلی از بازیکن های دیگه که به صورت پوینت میتونید اون موقع بگیریدشون. واسه چی بخواید، من به خاطر ومبستر موقع اومده بود و دیگه دلم طاقت نمیاد اون ومبستر رو گرفت. حالا توی بخش ای فوتبال پوینت PS 22 موبایل بخشیه که شما میتونید با 5000 تا پوینت یک بازیکن یا فیتوسر بگیرید و اصلا محدودیت نداره، اگر مثلا پول پوینت کلا بیشتر داشته باشیم توی بقیه بازیکنام درو کنید دیگه کلا. و توی این سیزن بازیکنان جدید به ای فوتبال پوینت اضافه شده، از جمله اونها دیاز و استونز و لوسلو هستن که با قیمت 5000 تا پوینت از فروشگاه پوینت میتونید بخریدشون و کلا ازشون کلا لذت ببرید که واقعا به نظر من اینا یک توی ای فوتبال پوینت میاد خیلی واقعا قویشون کردن و میتونید به خاطر قوی کردن تیمتون ازشون استفاده بکنید. موضوع بعدی اضافه شدن مچ پاس هست که فکر کنم خیلی منتظرش بودید و مچ پاس به اون چیزی رو داره که میخواهید مثلا باکس لیگ همون رو بگیرید، با یه سری ستاره ها هستن که شما باید مچ پس رو بخرید تا بتونید اون ستاره رو دریافت بکنید و برید به دلخواه لواندوفسکی، صلاح یا حالا بنزما رو مثلا به دلخواه خودتون برید بگیرید. این مچ پس ها 500 تا کوین از شما میگیرن، ولی در عوض شما وقتی برید ایونتی بازی کنید به شما جی پی بیشتری میدن، فکر کنم مایکل هم بهتون بدن و از این ستاره های 5 ستاره بهتون میدن که بتونید برید باش لواندوفسکی، بنزما، صلاح و حالا پک هایی که با ستاره میشه خریدشون با اونها برید بخرید و کلان لذتش رو ببرید. به نظر من 500 تا کوین اگر مثلا میشه 300 تا کوین واقعا خیلی میارزه، ولی واقعا 500 تا کوین هم عدد بدی نیست و میشه خریدش و یه جوری فکر کنم منطقی است که بتونید باش برید لواندوفسکی، صلاح و بنزما رو بگیرید. واقعا به نظر من منطقی است 500 تا کوین، اونم با اون درجه با اون بازی که از لواندوفسکی و بنزما و صلاح دیدیم. من خودم 500 تا کوین دارم، ولی خب به خاطر اینکه وایس میلم مشتی میاد یا نه فعلا دست ندادم، یعنی کاری ندارم که فعلا مچ پس میخوام بگیرم یا نه، ولی اگه بشنوم که مثلا مشی دارم میاد همون لحظه میرم و مچ پس رو میخرم. نظرم خیلی جالبه. خب بحث بعدی بچه ها بحث رفع باگ های مثل ستا شدن بازیکن توی یه ترکیب و یا دو تا دروازه‌بان توی یک بازی است که اتفاقا کلیپش هم در اومده بود، خیلی خنده بود و خیلی گفتم نه اون چه بازی ساخته دیگه، بازی واسه موبایل ساخته واسه کنسول نساخته که دوباره باگ واسه ما آوردی. و خب به نظر من بازی با این گستردگی و با این گیم پلی که داره باید اصلا باگ توش داشته باشه. ببینید چی دارم بهتون میگم. خب یکی از علتهای دیگه اش هم این بود که به خاطر اینکه ای فوتبال قبلا ما پرو اِوولوشن رو داشتیم که میومد و پیسا رو کلا پرو اِوولوشن میساخت، ولی خب الان ای فوتبال اومده و به نظر من ای فوتبال با اینکه دو ساله داره کار میکنه ولی هنوز توی کلا کنامی تازه کار است و باید ببینیم که در آینده چیکار میکنه. و گفتن که الان توی این سیزن دوم برای موبایل این باگ ها رفع شده و شما دیگه این باگ ها رو توی بازی نمیبینید، که امیدوارم همینطوری باشه. موضوع بعد آپدیت شدن ایونت های بازی، ایونت هایی که شما میرفتید توش و ترینر میگرفتید، جی پی میگرفتید و کلا میتونستید با باقی بازیکناتون انتقال بدید، یک بازیکن بخرید و اونا اگه مثلا این چالنجش رو رفته واسه تیک خورده و دیگه نمیتونید برید دو کلا بازیش بکنین، اون چالنج دوباره رفرش شده و دوباره میتونید برید بازی بکنید. موضوع بعدی کم شدن دیویژن ها هستش که توی بخش آنلاین یا همون دریم تیم اگه برید به بازی بکنید، من خودم دیویژن 3 یا 4 بودم که وقتی آپدیت کردن دیویژن من 3 اومد روی 7، یعنی از یه سقوط وحشتناکی داشت و این برای من نبود، برای خیلی از شما، خیلی از شما نه، برای تمام شما این اتفاق افتاده و فکر کنم به خاطر این بوده که حالا اونایی که به هر علتی، حالا به علت باگ های بازی از بازی سوء استفاده کردن بردن و دیویژنشون بردن بالا، فکر کنم به این علت کنن دوباره دیویژن رو رفرش کردن. ولی خب به نظر من توی هر سیزن اگه بخواد دیویژن کنن رفرش بشه، حالا نیازی نیست فقط برای دریم تیم بازی بکنه. موضوع بعدی رفع ناسازگاری هست که واقعا من نمیدونم موضوع تکذیب بکنم یا تایید بکنم. شما یه نفر اومد توی دایرکت من هم گفتش که من بازیمو با اینکه توی سیزن اول نتونستم بازی کنم ولی الان میتونم برم بازی کنم، ولی خب بازی خیلی برام لگ داره و من برام خیلی برام جالب بود که یکی که توی یک سیزن اول نتونست بازی بکنه الان اون ارور واسش رفع شده و الان میتونه بازی بکنه. و بچه‌ها برید توی کامنت ها واسم بنویسید الان برید امتحان بکنید تحریم کشوری رفع و اگه ارور تحریم کشوری بلدیسید رفع کنید، این ویدیوشو این بالا میاد میتونید برید ببینید، و اگه ارور تحریم کشوری رفع کردید و بازی واسه نیامد اوور حتما تو کامنت واسم بنویسید که ببینم آقا این موضوع تکذیب بشه یا تایید بشه. نظرتون راجع به سیزن دوم واسم بنویسید، به نظرتون رفع باگاش واقعا اتفاق افتاده یا نه، به نظرتون مچ پس چیز جالبی
جالبیه و خودتون می‌خریدش یا نه، و بنویسید چند تاتون باکس پریمیوم نیمار و مسی گرفتید و نظرتون راجبش مثلا بنویسید، و اگه دوست داشتید سوالاتتون و نظرتون راجب پیاسه 22 مولان برام بنویسید که شاید راجبش یه پادکست جنجالی ساختم. مرسی تا خبرت تماشا کردید، لایک کامنت سابسکرایب بتون از گوشم آب و اینستاگرام تو دیسکریپشن حتما حساب فالو بکنید که خیلی بهم انرژی میده. ببخشید اگه پی انرژی هم یه ذره به خاطر اینه که کلا درگیر استریم بودم که واقعا استوری حال ما رو گرفته و کلا انقدر لگ داره و کلا ما شرمنده شو مجونیم که واقعا نمیدونم چی بگم. حالا خب به خاطر اون یکم روگم زیاد اوکی نیستش دیگه. امیدوارم که درست بشه و مرسی تا خبرت تماشا کردید. تا ویدیو دیگه، خدا حافظ.